بسیمانت آوا هیوم یوم خمشا سار یوم لحودش تموز امروز 15 تموز ماه تموز بروربا سال روز فوت ربی حیم بن اتار و رحیم حکادوش زخوتو یاگن آلینو یکی از مقبالیم بزرگ اسرائیل که در صفت زندگی میکردم و تفسیر اورحیم رو روی خماش روی تورا تفسیر کردن به حیم بن عطار زخوتو یاگن آلینو که به ذات شما هم بتونیم به گنجنای تورا اسرار تورا پی ببریم که بتونیم این علام حزه رو فقط به ظاهر نبینیم بلکه با این همه اسرار تورایی که مثبتی که خداوند در این دنیا قرار داده بتونیم پیش بریم. همونطور که در میشله شلمو هملق میگه این کمتمانین تحبسنا میگه اگر مانند گنج آدم تورا رو خدا ترسی رو روحانیت رو در این دنیا جستجو بکنه که کاری به ظاهر نداشته باشه بکنه بره جلو حتی شده بلدوزر بیاره چون میدونه که یک گنجی زیر زمین خوابیده بره به دست بیاره اگر واقعا آدم میسوت و معصیم توویم رو بدونه که روی زمین نیستن اینها پنهانن باید بره جستجو بکنه و به دست بیاره از تاوینی ردشم یا موقع است که خدا ترسی رو خواهی فهمید موقعی که درون رو باطن رو عمق رو در نظر بگیری و نه ظاهر رو همطور که در پرکاون میگه ال تستکل به کن کن که به بطری نگاه نکن الا ماشه به تو خوب به چیزی که درونشه تمام دنیا هسته پنهانه ما هستیم که باید اون رو گلوی آشکار بکنیم و هر چقدر بیشتر کشف بکنیم افتخار و زخوتمون بیشتر چرا که خداوند دقیقا همون سیستم روحانی رو بر طبق سیستم مادی قرار داده سیستم گشمی با سیستم روحانی با هم میرن جلو همونطور که هنوز که هنوزه دارن هی تحقیقات میکنن جستجو میکنن و هنوز پی میبرن که دنیا چقدر درش خواص و عناصر و قدرت ها و انرژی ها هست که از انرژی حرارتی به انرژی نور از انرژی نور رسیدن به انرژی الکتریک انرژی الکتریسیتی برق رسیدن به انرژی دیجیتال و تمام اینها و تا رسیدن به انرژی اتمی هی بیشتر و بیشتر دارن پی میبرن که در این دنیا خیلی از خواص ها هست که میتونه آدم بهش دست پیدا بکنه همونطور در دنیای روحانی هم همینه شاید به ظاهر پاراشای هفته به نظر برسه شاید به ظاهر موشه ربنو ابراهام و یوسف به نظر برسه اما اینها منبع و چشمه هایی از اسرار و حکمت دنیا هستن که اگر بتونه انسان کند و کاو بکنه هی تحقیق بکنه و هی تجزیه و تحلیل و بررسی بکنه میبینه که چه قدرت هایی و انرژی هایی در اینجا نهفته است پس با هر پیشرفت فیزیکی انسان زخود پیدا میکنه که به یک پیشرفت روحانی دست پیدا بکنه پس این همه کتاب های آشپزی روز به روز داره چاپ میشه و فروخته میشه و
مصرف میشه. اینا رو نمیدونستن؟ میدونستن. آیا از دور قدیم تخم مرغ نبود؟ بود. هویج و سیب زمینی نبود؟ بود. اما الان که هی میان انواع اقسام ترکیبات رو با هم مخلوط میکنن که قبلا تخم مرغ رو با ماست میخوردن، الان ماست رو با تخم مرغ میخورن. قبلا تخم مرغ رو بغل ماست میخوردن، الان تو همون تابعی که تخم مرغ رو روغن میندازن میگن ماست هم بریز. هی طریقه های مختلف رو ارائه میدن، اگه نه همون ماست است با همون تخم مرغه. همینطور هم میسود و تورا و روحانیت همونه، اما اینکه هی ما بیشتر به طریقه های مصرفش بیشتر پی میبریم و به قدرتهاش بیشتر آگاه میشیم. همون پاراشایی که بارها از کوچکی تا حالا خوندیم، ولی امسال که میخونیم چیز دیگه ای میفهمیم، درس دیگه ای تو زندگیمون برامون ایجاد میکنه. پس تورا هفخ با و هفخ با کولا با، چیزی که باز در پرکه آوت میگه تورا مانند یه زغال خاموشه، بادش بزنی میبینی شعلش گداخته شد، حرارتش، نورش آشکار شد. چیزی که به نظر ما یه تکه چوب سیاه میرسید که فکر میکردیم تورا قدیمیه، کاری به زندگی ما نداره، هفخ با و هفخ با موقعی که بیشتر و بیشتر بهش نزدیک میشیم میبینیم چقدر در زندگی ما حیاتیه و بدون تورا نمیتونیم پیش بریم. و باروخ هشم که این زخوت رو داریم، هر روز صبح از این اکسیر حیات باروخ هشم قبل از تفیلا استفاده میکنیم. همطور که در گمارا میگه که جایی که آدم تورا میخونه اگر همونجا تفیلا بخونه، تفیلاش یک سره به درگاه خداوند قبول میشه، چرا که تورا حضور خداوند رو در کنار انسان میاره. بخل مکن اشر از گیرت جمی آو الخا برختی خواه، در هر جایی که نام من رو ذکر بکنی خداوند میگه من میام و تو رو برکت میکنم. این اگر تنها یک نفره تازه تورا بخونه، دیگه چه برسه اگر با اسرا با مینیان جماعتی بخونه که میگه خداوند در عدت ال در جماعت خدایی حضور داره. پس یعنی با تفیلامون که بعد از کلاسمون تورامون خدا رو شکر همراهه، میتونیم چه درهای آسمان رو بر خودمون باز بکنیم و تفیلامون رو برای خودمون و خانواده و جامعه و تمام دنیا مورد قبول بکنیم. www.torahelp.com با ساپورت تورا کمک تورا رو به خودمون جلب میکنیم که اونم به عزت هشم در زندگی ما بیش از پیش پشتیبان و ماگن ما باشه و گره‌گشا و چراغ راهنما که هم از اشتباهاتمون جلوگیری بکنه و هم از خطرات ما رو محافظت بکنه. تنها لازمه که به لینک www.torahelp.com برای هر نیتی به خوبی اونجا هر مبلغی که میخواییم رو اهدا بکنیم و در این زخوت جهانی شریک باشیم. برای کمک به کلاس‌های تلفنی، تلویزیونی و رادیویی که داریم، برای کلاس‌های زوم $52، مخصوصاً امروز به زخوت ربی حیم بن عطار ربنا حکادوش و رحیم حکادوش که به زچم زخوتو یاگن آلینو کنم. برنده خوششانس امروز آقای سعیدی پس کلمه سید آقای سعیدی با امده خدا که به سرود تو بود خبرهای شادی
موفقیت از خودتون بچه ها نوا بزرتشیم سکرم سود نگهدار باشین سالشون برسه همه ما باشین ادامه میدیم بحث گمارا رو مسخت سکرم سود یک شرکت کننده دیگه ولی شما اسمتون رو نداریم فقط زده یا او یا او زده فقط اسم نداریم نمیدونم که سکرم سود 56 دلار میخوان کابوت بکنن قبول باشه بزرد هشم آرزوی قلبیتون به آسونی و راحتی مورد جلوپاتون قرار بگیره و بتونید به خوبی انجام بدید سکرم سود در مسخت کدوشین در مسخت کدوشین در مورد کبود آوائم خوندیم که گفتیم گمارا میگه آب شمحال الکبودو کبودو محول اگر پدر خاص از احترام خودش به هر صورت به هر دلیلی بگذره گفتیم به چه حالتی اگه مثلا اون که میخواد در مهمانی از فرزندانش پذیرایی بکنه اون گفتیم در اون حالت مجاز آب شمحال الکبودو کبودو محول گمارا سوال میکنه میگه راو چی اگر یک تلمید حاخامی راوی بخواد از احترام خودش بگذره چی راو شمحال الکبودو عقیده اول چی گفت؟ اما رویس خاک برشیل اما رومت نه اما رفخیستا که درسته که آو پدر میتونه از احترامش بگذره اما راو حراب شمحال الکبودو این کبودو محول همین دلیل باید لازمه که هنوز تلمید به خاطر احترام تورای راوش بهش احترام میگذاره و نمیتونه اون راو تلمید رو معاف کنه و یا خودش رو به خدمت تلمیدش بیاره اما رب یوسف میاد جواب میده و میگه و رب یوسف آمد افیلو حراب شمحال الکبودو کبودو محول رب یوسف میگه هنوزم راوم تلمید حاخام راو جماعت راو کنیسا اونم اگر بخواد از احترامش بگذره راو شمحال الکبودو اونم کبودو محول قابل قبوله از کجا دلیل؟ چون تو پاسخ میگه و هشم هلق لفنه هم یومام بعمود آنان و لیلا بعمود اش میگه میبینیم خود خداوند به عنوان راو به عنوان بزرگ جامعه با ستون ابر جلودار قوم اسرائیل بود در بیابان در روز و در شب به عمودش با ستون آتش پس اگر خداوند از احترامش گذشت همچنین راوم میتونه پیش قدم بشه و سرویس بده یک حالت خدمتی به بچه ها به تلمیدیمش نشون بده اما راوا سوال میکنه هاخی هشتا میگه این قابل مقایسه است از خداوند با راو حتی هم هنگدوش و علما دیله و تورا دیله محل لیکره میگه اونجا خداوند دنیای خودشه تورای خودشه میتونه اجازه داره اگه بخواد بگذره ببخشه چون چیزیه که به اون تعلق داره
اما راو مگه تورای اونه؟ تورای خداونده. به هاخا تورا دیلهی؟ مگه راو میتونه برای تورا تصمیم بگیره که احترام تورا رو بیاره پایین با احترام خودشو که میاره پایین؟ مگه مال خودشه؟ ها در اما راوا، راوا بعد از این سوال میکنه خودش هم جواب میده و میگه این بله تورا دیلهی، میگه بله انقدر درجه تلمید هاخام درجه راو بالاست که بعد از این که مشغول به تورا میشه و صاحب تورا میشه دیگه اون تورا تعلق به اون داره و اگر بخواد راو شمحل الکبودو کبودو محول، اگر بخواد از احترامش پایین بیاد یا یک سرویسی به تلمیدیمش بده میتونه بده. همونطور که در کجا نوشته؟ در تهیلیم نوشته که این به تورات هشم حفظه و به توراتو یهگه یومان و لایلا، که میگه به تورای خداوند حفظه علاقه داره، تمایل داره، علاقمنده، و به توراتو یهگه یومان و لایلا و به تورای او مشغول روز و شب، و به توراتو یهگه یومان و لایلا. میگه اگر نگاه بکنیم تو پاسخ اول تورا رو چی صدا میکنه؟ تورات هشم، میگه به تورای خداوند تمایل داره، به همین دلیل میاد مشغول میشه روز و شب. میگه موقعی که یومان و لایلا روز و شب به تورا مشغول میشه دیگه میشه توراتو، میشه تورای خودش، دیگه نمیگه تورای هشم. پس از اینجا میبینیم که خداوند چقدر سخاوتمنده. میگه راست شو بخوای این تورای خودتونه، بیاید هرچی بیشتر هرچی بهتر ازش استفاده بکنید، کندوکاو بکنید، یاد بگیرید. اوبتوراتو یومان یهگه یومان و لایلا. پس مثل یک معدن میمونه مال پادشاه که پر از الماس و میگه هر کسی که بیلو کلنگ دست بگیره وقت بگذاره بیا خودش الماسی چیزی میخواد از اینجا کندکاو بکنه و کش بکنه مال خودشه. خداوندم این تورا رو در اختیار ما گذاشته، گفته هر چیزی که درش اسراری حکمتی یاد بگیرید مال خودتونه. به همین دلیل حدوشیم این همه ما تلمیده حخامیم، ربانیم، اموراییم، تناییم، گئونیم، احرونیم، ریشونیم، این همه ما در طول تاریخ ربانیم داشتیم که به تورا مشغول بودن و هی لایه به لایه اسرار تورا رو بر ما فاش کردن، به نام خودشون ثبت شده که این حدوش، این پیروش، این تفصیل مال راشیه، مال تصفته، مال سمحصده، مال اورحیم حکادوش و الی آخر تمام این تفسیرات به نام خودشون ثبت میشه، به طوری که حخامیم توضیح میدن که بعد از حتی فوتشونم موقعی که این تفسیرات، این پیروشیم، این هلاخا گفته میشه، این حدوشیم موقعی که گفته میشه سیفتوتا دوووت و کیبر، حتی در قبر دهان اونها شروع میکنه به حرکت کردن و مدح خداوند رو گفتن. موقعی که ما از نام کسی یاد میبریم، نقل قول میکنیم که این تا
تفسیر رو راشی گفته، این تفسیر رو هاروادی یوسف گفته، این تفسیر هارام مردخار الیاهو گفته، این که از ربانیم و از حخامیمی که حدوشیم تفسیراتی بر تورا و حلقا داشتن ذکر میکنیم، سیفت و تاو دوه بود و کیور هنوز درشون احساس شادی پدید میاد. پس میخواییم به عزرت هشم هم از خودمون بهترین اینوستمنت سرمایه ارث به جا بذاریم، حدوشیم توراست، تفسیر توراست، جوری که بخونیم و یاد بگیریم و بتونیم یک درس جدیدی به جامعه اهدا بکنیم که بر طبق این پاسخ، بر طبق این تفسیر به نظر همچین پیامی رو، درسی رو، مسیجی رو تورا برای ما داره. و کسی اگه بتونه حداقل هفته یه دونه خیدوش، یه دونه تفسیر از خودش حتی بنویسه یا پخش بکنه یا به فرزندانش و اطرافیانش این رو با ربانیمش چک بکنه، بگه من اینجوری میفهمم. بعضی موقع بوده بارها که شخص خودش موقعی که نشسته و خونده، واو، چیزی رو فهمیده برش از شامعیم، چیزی رو آشکار کردن، چشش رو به چیزی باز کردن که هیچ کسی قبل از اون نفهمیده بود. با اینکه تلمید ساده، با اینکه شخص معمولی، اما چون با دل و جون نشسته و داره تورا رو میخونه، میگه گل اینای و بیتا نفلاد میتراده خواه. طفلایی که داوید هم ملخ میخوند، میگه خداوندا چشمانم رو باز کن، نفلاد، اعجاز، عجایب، شگفتی ها، بزرگی ها، عظمت ها از تورای تو ببینم. و میدونیم که در سفر پل یو اس میاره هاراپاپو، میگه درسته که یکی از طریقه های کپارا دوانود تعنید گرفتن، تشوبا کردن، صدقا دادن، ولی میگه یکی از طریقه های کپارا دوانود که انسان باعث بخشش گناهانش میشه حدوشیم توراست. این که بیاد پرده پرداری بکنه و بیاد کشف بکنه حدوشیم یک درس ها و پند ها و اسرار جدیدی از تورا، از پاراشا، از هلاخا. حدوشیم تورا. به همین دلیل ما در هر نسل و در هر دوره ربانیم دوره خودشو داریم که میان حدوشیم و تفسیرات و کشفیات جدیدی از تورا به ما یاد میدن. اون چیزی که هاراواد یوسف میاد و از کندوکاوه، تحقیقات گمارا و حلاخا و تورا به ما یاد میده در دوره قبلی نبوده. اون چیزی که شولخان آروخ ربن یوسف کارو در دوره خودش بوده در قبل از اون نبوده. اون چیزی که اورحای مکادوش ربنو حیم بن عطار میاد و در تفسیراتش بر تورا اونها رو میگه در دوره قبل، حتی در دوره گمارام نبوده. پس میبینیم که انسان قبول بکنه که این قار تورا به نظر تاریک میرسه، اما اگه یه ذره نور ببره میبینه که چه قدر علالوه این الماس ها درش هست که میتونه چطور به چه ثروتی، به چه گنجینه دست پیدا بکنه. اینکه افتراتو یهگه یمان و لایلا. پس میگه این تورایی که اون تلمید ها خام اون راو میاد میخونه جزء چی حساب میشه؟ جزء مالکیت خودش حساب میشه. به همین دلیل میتونه، بله، راو شمحال الکبودو کبودو محول،
که اگر بخواد اون را میتونه خدمت تلمیدی میشه بکنه و از احترام خودش کم بکنه که بخواد یک سرویسی به تلمیدیمش بده، مثل خداوند که خودش پیش قدم شده بود پیشدار که بخواد به جماعت اسرائیل در بیابان راهنمایی بکنه با ستون آب یا با ستون آتش. پس میگه تورات دیلهی دختیب افتراتو یهیه یومام و لیله. موقع است که گمارا برای سوال پیش میاد، اینی و هارا و مشکی بیهلولا دبره و دال لکاسا لرب پاپا و رب هونا بره درب یوشا و کامو میکمه لرب ماری و لرب پین خواست بره درب خیستا بلو کامو میکمه و ایک بید. میگه اجازه بده رابا یه بار حتونا و عروسی پسرش بود و در این جشن عروسی اومد لیوان یائین با عنوان پذیرایی نوشیدنی تعارف کرد به رب پاپا و رب هونا فرزندان رب یوشع و رب پاپا و رب هونا موقع که دیدن راوا داره میاد سینی به دست که ازشون پذیرایی بکنه و کامو میکمه جلو پاش پا شدن، خب تلمیدیمش بودن. لرب مالی و لرب پین خواست بره درب حستا، ولی موقعی که به دو تا تلمید یا راو دیگه تعارف کرد که رب ماری و رب پین خواست فرزندان رب حستا بودن ولو کامو مکمه اون دوتا جلوی راوا سینی به دست بود داشت ازشون پذیرایی میکرد بلند نشدن و از اونجا میبینیم به ایک پید راوا بهش برخورد و گفت چی؟ و آمد هانو ربانان ربانان و هانو ربانان لاو ربانان بهشون گفت ببینم فقط رب پاپا و رب هونا اون دوتا تلمید اول راو بودن گفت فقط رب ماری و رب پینحاس این دوتا تلمید آخر دومی که بلند نشدن گفت اینها فقط راو هستن که جلوی من پا نشدن ولی اونهایی که پا شدن راو نبودن. یعنی در واقع میخواست بهشون بگه خوب بود شما هم موقعی که میبینید من سینی به دست دارم ازتون پذیرایی میکنم شما هم جلو پای من چکار کنید بلند شد یه احترامی برای راوتون قائل باشید. و تو رب پاپا هاوه مشکی به هیلولا دعبا بار ماره و یه جای دیگه هم باز میبینیم که رب پاپا هاوه مشکی به هیلولا دعبا مار بره که بازم رب پاپا عروسی پسرش ابا مار بود
و داشت چیکار میکرد؟ باز سینی تعارف میکرد، نوشیدنی غذا تعارف میکرد به جماعت. به دال کسا لربی اسحاق بره درو یهودا به ربی اسحاق تعارف کرد فرزند ربی یهودا ولو کم کمه. و موقع دید که این داره میاد سینی به دست داره بهش تعارف میکنه و پذیرایی میکنه، از جلو پاش بلند نشد و ایک بعد و اونم باز چی شد؟ بهش برخورد. پس چطور شما داری میگی که یا خود راوا گفت راو شما خلال که بود و که بود و محول؟ میگه جواب میدن، میگن چی؟ افیلو هاخی هیدور میبدله با، که میگه با این که آدم میبینه راوش یا یک تلمید خان داره سینی دست گرفته با آدم یه سرویسی میده و داره خودش رو در اختیار ما میگذاره، پایین میاره و الاخر خودش رو تو زحمت میندازه، هنوز افیلو هاخی هید دور میبله با او، هنوز ادب ایجاد میکرد که هنوز اینا خوب بود جلوی پای این را و این تلمید آخم چکار کنن؟ بلندشن. موقع که داره جلوشون سینه میگیره هی دور میبدله، میبایست بالاخره یک احترام یه چیزی براش قائل میشدن، که یعنی نشون بدن که ما راضی به زحمت نیستیم، میلا کنید جوری که در فارسی رایجه میبخشین، زحمت کشید، تشکر، که حداقل یک ابراز احترامی بکنن که اکنالج بکنن که واقعا تو درجه شما نیست، شما دارید از خودتون از احترامتون مایه میگذارید. خیلی ممنون. پس اینجا ما میبینیم که واقعا احترام راو، احترام تلمید خام واجبه، اما اگر خود اون تلمید خام خواست که بخواد سرویسی بده و یا از نظر وقتی زحمتی بکشه، این اختیار خودشه، اما هنوز ما باید وظیفه شناس یا حق شناس باشیم که جنبه بی احترامی پدید نیاریم، که بگیم این چیزی که ما سرویسی که داریم میگیریم حق ماست. چرا نه؟ بذار میخواد اگر جلو ما سینی بگیره یا بخواد زحمت ما را بکشه، چرا نه؟ ما باید هنوز قدردان باشیم یا حق شناس باشیم که از این زحمتش قدردانی بکنیم، بگیم تنکیو، تشکر، خیلی ممنون، مایلا، جلوش ذره بلند شیم و الی آخر. اما چون به اینجا رسیدیم یه چیزی رو توی پرانتز میخواستم در مورد این احترام یا تعارفات بین جماعت بازتر بکنم و اون چیه؟ معمولا یه ماهیگیر موقعی که میره ماهیگیری سر قلابش یه تومه میگذاره، یا یه ماهی کوچکتر یا یه کرم، یه چیزی که بتونه ماهی ها رو به خودش جلب کنه. این رو ما باید قبول بکنیم که تعارفات این یک نوع کسبه، بیزینسه، معامله است. من 10 دلار خرج میکنم تو بیزینسم
که چند دلار سود بکنم؟ اگه من قرار بشه 10 دلار بذارم آخر روز همون 10 دلار برداشت بکنم، در این بیزینس رو باید بس. 10 دلار میذارم که حداقل 12 دلار، 15 دلار بیش از اون چیزی که گذاشتم سود ببرم، که پولم از 10 دلار بشه چی؟ 15 دلار، 12 بیشتر بشه. همینطور هم ما باید اینا قبول بکنیم. تعارفات، احترام، برای اینه که انسان احترام بیشتری برای خودش جلب کنه. موقعی که من به کسی احترام میگذارم که احترام خودم یک ذره بالاتر بره. موقعی که من به کسی تعارف میکنم برای اینکه احترام خودم بالاتر بره. پس این رو ما باید یک نیچر، طبیعت انسانی قبول بکنیم که انسان باید نسبت به تعارفات دیگران، نسبت به احترام دیگران که بهش میگذارن یک احترام پس بده، یک احترام به اونها بگذاره. به همین دلیل باید اون ماهیگیر برای اینکه ماهی جلب کنه یه قلابی بذاره. پس اگر ما بین جماعت یا توی خانواده یا توی دنیا میخوایم احتراممون حفظ بشه، باید خودمون اول یه احترامی سر قلابه بذاریم، یه احترامی برای دیگران قائل بشیم، رعایت احترام دیگران رو بکنیم به عنوان اون تومه، که اون موقع است که احترام بیشتری از دیگران بتونیم قبول بکنیم. همونطور که در پرکاوت میگه ایز اوم خوباد همه خبد تبریوت، چه شخصی شخص محترمیه؟ کسی که خودش به دیگران احترام میگذاره. چرا؟ چون مطمئنن این احترامی که به دیگران میگذاره یک احترام متقابل رو به خودش جلب میکنه، بیدار میکنه. بارها بوده افراد تو کنیسا، تو جامعه، توی مجامع میگن ببین من این شخص رو نمیشناسم ولی به نظر خیلی آدم محترمی به نظر میرسه. آها چجوری؟ گفت خیلی محترمانه با همه رفتار میکنه، یا یه سوالی داشت با چه احترامی از من پرسید، و یا الی آخر سوار اتوبوس شد با احترام با افراد رعایت کرد، همینجور نرفت و تنشو بزنه به دیگران یا الی آخر، یا به بزرگتر از خودش جا داد و الی آخر. میگه انسان نمیتونه جواب هیچ احترامی رو بی جواب بگذاره، با احترامی که بهش میگذارن مسئول میشه که یک احترام به اونها بگذاره. چون احترام، تعارفات، معامله است. به انسان زنگ میزنن تبریک میگن، انسانم باید جواب بده یا یک احترامی، لفظ محترمانه نسبت به اونها استفاده بکنه. به همین دلیل بله راستشو بخواید به افراد بر میخوره، همطور گمارا داره میبینیم. این که بعض موقع ما میگیم من که بهش نگفتم خودش خواست به من راید بده، من که بهش نگفتم خودش گفت بذار بیام اگه چیزی میخوای من دارم میرم خرید برات بخرم. این anyway داشت میرفت برای خودش خرید، حالا آره به زنگ زده که میخوای یه تخم مرغم برای تو بخرم، یه هویجم برای تو بخرم، این خودش خواست بره، من نگفتم بره، که خودش زنگ زد. باشه، ولی چرا زنگ زد؟ چرا گفت بذار من اگه دارم میرم برات بخرم؟ خواست یک احترامی به احترامش اضافه بشه، حفظ احترام بکنه. چون احساس احترام در انسان روحیه، امید، اعتماد به نفس میاره. کسی که بدونه در نظر مردم احترام داره
بهش یه مقدار امیدواری میده، یه مقدار سرحالی میده، خوشحالی میده. موقعی که آدم میدونه که جلوی افراد هناش رنگ نداره، براش کسی احترام قائل نیست، یه زنگ هم نمیزنن احوالشو بپرسن، احساس ضعف روحیه و ناراحتی و ناامیدی بهش دست میده و افسردگی. پس not necessary که آدم فقط فکر کنه که جیبش پره، هر موقع میخوام خودم خرج میکنم، هرچی هم پیش اومد خودم پولشو میدم. بعضی موقع اکثر اوقات احساس پر، این که آدم قلبش دلگرم باشه که جلوی مردم، جلوی اطراف، جلوی زن و بچهش، جلوی پدر مادرش براش احترام قائلن، این بیشتر بهش نشاط و روحیه و قدرت فکر میده. پس طبیعت انسانه که با هر تعارف و احترامی طلب احترام داره میکنه، و به همین دلیل میگه انسان مبادا که جواب هیچ احترامی رو بی جواب بگذاره. هنوز یک احوال پرسی، یک قدردانی، یک تشکر، یک حالت تعظیم، حالت تسلیم، به هر طریقی که شده هنوز انسان باید اون احترامی که دیگری بهش داده رو دو تا هم بذاره روش بهش برگردونه. چون فرمول معامله و کسب و کارم اینه، من 10 دلار میذارم که 12 دلار بردارم، من 10 دقیقه احترام میگذارم که یک در احترام 15 دقیقه کسب کنم. و همین در واقع نزدیکی میاره، و عکس اون متاسفانه بی‌توقعی و دوری و فاصله میاره. پس به عزت هشم درسته که گمارا میگه راب شما خلل کبودو کبودو محول، خودش خواست تعارف بکنه، سینی دست بگیره جلو تلمیدیم یا جلوی افراد کنیساش یا هرچی، ولی هنوز انسان موظفه که جواب این احترامی که داره بزرگتر یا یک شخصی بهش میذاره رو با احترام بگه، و نخواد خودش رو معاف بکنه، بگه من که نگفتم، خودش کرد. اتفاقا من بهشم گفتم ببین من چیزی نمیخوام، دیدم رفت یک کیسه سیب زمینی برام خرید و من گذاشتم در. هنوز این داره دون میپاشه، میخواد احساس خوبی درون داشته باشه که من برای دیگران احترام قائلم، که دیگرانم برای من احترام قائل باشن. هشم کمک کنه که به خوبی تونیم تمام اینا رو انجام بدیم. فقط موضوع اینه که اگر واقعا دیدیم در خونمون رو باز کردیم و بدون هیچ اسم و نام و نشونی انانیمس یک کیسه سیب زمینی در خونمون بود، اون موقع یوار رایت، طرف نخواسته به ما بگه که کیه، برای همین آره هیچ توقع احترامی از ما نداره. لازم نیست ما جار بزنیم، داد بزنیم آقایون کسی دم خونه من کیسه سیب زمینی گذاشته، خودش خواسته گمنام باشه. اما موقعی که زنگ میزنه و میگه راستش من خرید بودم، رد شدم، قیمتش خوب بود، یک کیسه سیب زمینی خریدم گذاشتم بیزمت بارون میاد کثیف نشه، یعنی پس داره میگه آقا من یه احترامی رو به تو گذاشتم که تو هم یه احترامی به من بگذاری. عاقلان رو فل اشاره بارو خشم لولام آمین و آمین عزب و بذاریم.